نهم آبان ماه 1399 خورشیدی و 30 اکتبر 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به نمونه‌هایی از تاراج ایران به نام وقف در جمهوری اسلامی، چنان که هفته پیش وعده داده بودم. پرده آخرم آخر برنامه. ایران فروشی با آخوندهای زیر سایه روحانیت حاکم موضوعی بود که هفته پیش با مستند کردن چند نمونه به اصطلاح خصوصی سازی و واگذاری ملکهای مصادره‌ای گزارش کردیم. این هفته به چند نمونه وقف زیر سایه جمهوری اسلامی میپردازیم با تمرکز بر دو خبر عجیب غریبی که مرداد اعلام شد. در واقع اون موقعی که برنامه صفحه آخر به دلیل کرونا تولید نمی‌شد، چند تا اتفاق بسیار مهم افتاد، از جمله همین دو خبری که عرض می‌کنم که همه رو شگفت زده کرد. یکی ماجرای جنگل‌های هیرکانی، سند زدن 5600 هکتار جنگل به نام آخوند متولی امامزاده چون وقف شده بود، و یکی دیگه تو همون مرداد 99 حاتم بخشی یال جنوب شرقی قله دماوند به سازمان اوقاف. اول به ده آق مشهد، به اصطلاح قریه آق مشهد که امامزاده آق مشهد، امامزاده حارث میگن توش هست، میپردازیم اون ماجرای وقف جنگل های هیرکانی. سوم مرداد 99، رسانه ها نوشتند که از 27.10.1341 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور به تصویب رسید و اصل 45 قانون اساسی نیز بنیان آن را مستحکم کرد، تا کنون کسی نیامده بود که مدعی مالکیت شخصی جنگل ها و مراتع کشور باشد و اکنون متولی موقوفه آق مشهد حجت الاسلام حسین علی خادمی آق مشهدی نخستین فردی است که می رود تا با رأی دیوان عالی کشور 5600 هکتار جنگل بکر هیرکانی را تحت عنوان وقف به نام خود ثبت کند. این مال 3 مرداد 99 بود. 11 مرداد 99 نوشتند حجت الاسلام حسین علی خادمی متولی موقوفه آق مشهد ساری که این روزها از او به عنوان مالک 5600 هکتار از اراضی جنگلی ساری بسیار گفته شد، از صدور مجوز بهره برداری از جنگل‌های آق مشهد توسط منابع طبیعی مازندران خبر داد. صادر شد سندش. خب بعد چجوری بهره برداری میکنه این حجت الاسلام از این؟ مثل بقیه آخونده و مثل امام جمعه، نماینده ولی فقیه در گرگان، یادتونه مفیدی، میر مفیدی که با پسرش مهدی جنگلای شمال چوب کردن فروختن، مثل حمید گل پسر آیت الله، حضرت آیت الله محمد یزدی و خیلی های دیگه شون. صاف کردن جنگل های چند میلیون ساله و چوب فروشی از این طریق یه ریزه از درآمدی است که حاج آقا خادمی آق مشهدی میریزه به جیب قبای مبارک. بخش مهمی از درآمدش بهره مالکانه است که از طریق واگذاری هر تیک زمین و معدن و جنگل به این شرکت و اون شرکت پیمانکار به اصطلاح کسب میکنه. چجوری این اتفاق افتاد؟ چجوری برای اولین بار از زمان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع یا آخوند امامزاده چی؟ شخصا صاحب 5600 هکتار از اراضی جنگلی کشور شد. در این نقطه امامزاده حارث قرار دارد، امامزاده ای که همه ماجرای موقوفه به او باز می گردد، موقوفه ای که محدوده وسیعی را در بر می گیرد. تصور می کنید چقدر این اندازه در اشتباهید. شاید لازم باشد دایره نگاه را بزرگتر کنید. این اندازه هم کافی نیست. بهتر است شانس کشف محدوده وقفی را در این مقیاس امتحان کنید. اگر با این خط فرضی قرمز رنگ موافق هستید، باز هم در اشتباهید. از این یال شروع میشه
یال بالا، اون یال از این آخر نقطه که میبینین در 15 کیلومترش میره به طرف جنگله، داخل جنگل میره به روستای امبه وصل میشه، از این ور میاد تا سر نوده که پلاگ 55 گیم میگن کلا 56 هکتاره که آقا مشهد روست آقا مشهد داخل همین پلاگ 55. این یکی از موقوفه های بزرگ ایران است، موقوفه‌ای که در محدوده بحث برانگیز خود بر پایه این سند شخصی به نام میر عبدالله ساروی فرزند میر آقا بزرگ 224 سال قبل ششدانگ روستای آق مشهد را وقف کرده است. متولی امروز موقوفه میگوید پیشینه این سند به 600 سال قبل تر باز میگردد، هرچند در وقف نامی 1218 هیچ اشاره‌ای به این پیشینه نشده است. از سوی دیگر متن دقیق و کامل وقفنامه 860 قمری تا کنون گزارش نشده و در پرونده اوقاف اثری از این سند نیست. حتی مردم منطقه از آن بی اطلاعن و تصور می کنند از بین رفته است. اصل وقفنامه رو کسی ندیده، همش کپیه، فقط همه برگه فوتو، تمام برگه که ببینید همه کپی، هیچ وقفنامه مطالعه اصل مدرک داشتو نداریم. خود رأی دیوان هم، خود توی رأی دیوان حالا شما اگر بتونید از دستگاه قضایی بگیری توش نوشته که بر اساس فوتوکوپی وقفنامه، اصلا اشاره به اصل وقفنامه نکرده. وقفنامه اصلی وجود نداره، آنچه هست دست حجت الاسلام امامزاده دار است، چند بار کپی شده. در هیچ جای جهان در هیچ دفتر ثبت اسناد کپی سند ارزشی نداره، چون بسا تاریخ و امضا و متن میدونید دیگه همش قابل جعل و ساختن. حالا این چند صفحه کپی شده سندی که چند صد سال بعد از سند اصلی نوشته شده، مثلا سند اصلی چیه؟ از این یکی معتبرتره. یک کتیبه است، یعنی سند اصلی وجود نداره، یک کتیبه است، متن کندکاری روی لایه درونی ذریح مطهر امامزاده حارس آق مشهد، هیچ کم ازش خبر نداشته به جز متولی امامزاده که کلید ذریح حضرت رو داره. این ذریح بسیار از نظر تاریخی و فرهنگی ارزشمنده. تاریخ امضایی که سازنده کتیبه داره سال 860، نوشته روی ذریح علاوه بر آیات و ذکر نام امامزاده عبارتی است که اشاره می‌کند به املاک امامزاده. کدوم امامزاده؟ یعنی خود امامزاده به عنوان یک فرد حقیقی وجود داشته که حالا سر املاک اون امامزاده دعوا میشه؟ پایگاه اطلاع رسانی، از خودشون میگم، پایگاه اطلاع رسانی امامزاده ها متعلق به سازمان اوقاف، نوشته اهالی این منطقه خفته در مزار را حارس فرزند حاضر فرزند امام موسی کاظم علیه السلام معرفی می کنند که بدون شک این ادعا صحیح نمی باشد. این پایگاه اطلاع رسانی امامزاده متعلق به سازمان اوقاف، یعنی اصل داستان جعلیه. یعنی امامزاده حارس آق مشهد که از توش سند وقف 5600 هکتار زمین و جنگل در اومده صحیح نمی باشد. این امامزاده قلابیه. پس کیه این امامزاده حارس؟ نگه 11,000 امامزاده دیگه تو ایران کیان؟ معلومه کیان. این امامزاده ای که بر طبق اسناد سازمان اوقاف کشور امامزاده نیست، پس اون قبر کیه؟ اصلا شاید قبر کسی نباشه، مگه بقیه امامزاده ها معلومه واقعا قبر کیه اون تو؟ بعد از 41 سال، 2 سال ببین مملکت در چه وضعی افتاده. متن روی لایه های داخلی دیوار دور قبر یا ذریح به اصطلاح علما مال دوره تیموریانه، تیموریه، 860 هجری قمری، یعنی 564 سال، 563 سال، 64 سال پیش.
دوره 10 ساله آخر سقوط، آشوب و سقوط امپراتوری تیموری در واقع. خب از نظر تاریخی این کتیبه که مال اون موقع است، فارغ از محتواش، ارزش داره، ارزشمنده. دوره قاجار میان روی اون کتیبه دوره تیموری یه ذریح، اون یه ذریح، میان روش یه ذریح فلزی میذارن، اون ذریح چوبی یا سنگی است، احتمالا سنگی، میان روش یک ذریح فلزی میذارن که رسما تبدیل میشه به امامزاده. اخیراً روی اون ذریح قاجاری هم یه ذریح دیگه گذاشتن که احتمالاً همین حجت الاسلام خادمی متولی این کار کرد. آنچه که الان روی ذریح نوشته شده متن وقفنامه و یا رونوشت مصدق، رونوشت تایید شده وقفنامه نیست، فقط اشاره مبهمی است به وجود یک مجموعه املاک متعلق به امامزاده که اطلاعات بیشتری در مورد اون ثبت نشده و وجود نداره. پیش از آن که درباره اعتبار شرعی و حقوقی نوشته‌های روی ذریح سال 860 قمری صحبت کنیم، بهتر است به وقفنامه سال 1218 قمری برگردیم. وقفنامه‌ای که یک باره و بدون توجه به پیشینه چند صد ساله موقوف بودن آق مشهد نوشته شده و اکنون مبنای تایید و اخذ حکم تولیت از مراجع رسمی برای 5600 هکتار از روستای آق مشهد و جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی شده است. وقفنامه‌ای که تاریخ 1218 قمری یعنی 1182 خورشیدی رو داره، اگر واقعا همون 1200 همون موقع نوشته شده باشه، 1218 قمری نوشته شده باشد، یعنی 358 سال بعد از تاریخ اون کتیبه نوشته شده. خب تو اون فاصله 358 سال هیچ خبری نبوده، معلوم نیست اون 358 سال کی به کی چی وقف کرده بوده. فرض رو بر این بزنیم که همه ادعاهای این حاج آقا آخوند امامزاده دار ما از حجت الاسلام خادمی که میگه من یک آدم فرهنگی ام درست باشه، یعنی اون کتیبه دوره تیموری دوره قبر فرضی خودش وقفنام است. خب نه قبول کنیم دیگه، بر پایه شرع انبر اسلام این دومی که 358 سال بعد نوشته شده و سند مالکیت شده واسه آخوند امامزاده دار از بنیان باطله. در موضوع وقف یک اصطلاحی داریم که گفته می شود وقف در وقف، یعنی اگر موقوفه ای در اختیار داشته باشیم که این موقوفه همه نسبت بهش آگاهی دارند و حتی داره عمل میشه، ولی یک سند جدیدی به دست میاد که نشون میده همون املاک و همون موقوفه در زمانی قبلتر وقف شده، در چنین شرایطی وقفنامه دوم باطل اعلام میشه. چرا؟ چون اصطلاحاً گفته میشود که وقف در وقف باطل. خب ببینید، مسخره ترین جای قضیه این است که یه بابایی به اسم میر عبدالله ابن آقا بزرگ، معروف به میر عبدالله ساروی، میاد همین منطقه رو که محدوده موهومی در کتیبه دوره تیموری است، همین رو میکنه به اسم بچه هاش، میگه وقف خاص کردم. هویت شخص واقف یعنی میر عبدالله ابن آقا بزرگ ناشناخته است و نام او که نمیتوانست فردی عادی و ناشناخته باشد در منابع تاریخی نیامده است. او برخلاف و بدون توجه به شهرت موقوفات پیشین، یک سوم درآمد موقوفه را به عنوان وقف خاص به فرزندان و نسل خود اختصاص داده و حتی نامی از امامزاده حارث را که متولی موقوفش معلوم است در وقفنامه نیاورده است. این دیگه کی بوده؟ این میر عبدالله فلان ابن فلان، میکنه به اسم بچه هاش. حالا این حجت الاسلام خادمی هم اومده میگه من همونم که بنا به نوشته میر عبدالله فلان ابن فلان این اراضی ملی به عنوان وقف خاص در اختیار منه. هر ورشو میگیریم دروغ در میاد.
حتی اگر بپذیریم سند ساروی در زمان ادعای 1218 قمری نوشته شده باشد، اسناد متعدد موجود در پرونده اوقاف نشان می‌دهد که این سند تا دست کم یک قرن بعد اصلا شناخته شده نبود است. در مکاتبات و استشهادیه‌های متعدد دوره قاجار هیچ اشاره‌ای به وقفنامه دوم دیده نمی‌شود، بلکه همچنان به ذریح امامزاده استناد می‌شود. حتی در این سند اداره معارف اوقاف مازندران که در سال 1303 شمسی نوشته شده است، در جواب نامه شماره فلان اشعار می‌دارد که ششدم قری آق مشهد وقف و بر طبق سواد وقف نامه مورخه شهر رجب 860 که در کتیبه معصوم زاده نوشته شده است، یعنی اشاره می‌کند به سواد، یعنی رونوشت وقف نامه، و باز هم استنادش در سال 1303 شمسی به ذریح است، نه به وقف نامه ساروی. اینجا یک ابهام جدی وجود داره که یا باید به اصطلاح اساس وقف اول پنهان و ناشناخته باشه که فردی اومده باشه مجدداً وقف کرده باشه و منافعش رو به نفع خودش تغییر داده باشه، یا اینکه به هر حال مسئله دیگری وجود داره که نیاز به تحقیق. شکی نیست که حتی اگر میر عبدالله ساروی شخصی واقعی باشد و وقف نامه او نیز اعتبار تاریخی داشته باشد، موضوع آن وقف در وقف و باطل است. اما متولی کنونی که مشخصاً نه از نسل ساروی و نه از نسل متولیان امامزاده حارس است، چگونه و بر چه مبنای قانونی متولی موقوف شده است؟ مگه آقای میر عبدالله ساروی آبا اجداد شماست؟ نه. خب چجوری متولی شدی؟ بعد از شما مدارک ارائه دادم. چه مدارکی رو؟ تو چی می‌بینی قاضی من باید بدم به تو؟ نه من قبول دارم. من نه مدارک شما چی بوده که شما رو متولی کرده؟ اصلا ببینید این هرچی بود دادا اثبات کرد تونست. خب بگید دیگه، آخه بگید مدارکتون چی بوده؟ چجوری شما متولی شدید؟ آقا بل که حالم درست نیست، بل کن آقا. دم این بچه ها گرم واقعا، دستشون درد نکنه این دوستان که این گزارش پروپیمون رو تهیه کردن. میگه بل کن آقا حالم درست نیست. به تو چه؟ قاضی حکم داده. راست میگه، قوه قضاییه که حکم بده لازم الاجراست دیگه، به تو چه که میپرسی؟ کدوم قاضی حکم داده؟ دیوان عالی کشور. آیه هست آیت الله رئیسی، این عمامه رو میگن بالا تر بذار، معنیش چیه؟ دیوان عالی کشور رأی داده و تمام اسناد خلاف رأی دیوان عالی کشور رو اثبات میکنه. این حجت الاسلام خادمی که میگه قاضی حکم داده برو پی کارت، یه شریک داره به اسم محمد قنبریان آق مشهدی. محمد قنبریان آق مشهدی در گفتگو با همشهری میگوید تاکنون دو بار درخواست بهره برداری از چوب درختان جنگل آق مشهد را داده ام که منابع طبیعی با درخواستهای من موافقت نکرده، اما حالا با آقای خادمی قرارداد بهره برداری دارم شریک. این آقای قنبری آق مشهدی 24 تیر 99 یک نامه میگیره از مدیر کل، توجه بفرمایید به نامه رو توجه کنید، یه نامه میگیره از مدیر کل میراث فرهنگی استان مازندران که آقای مدیر کل به قنبریان نوشته است که جنگل‌های مورد بحث جنگل‌های هیرکانی نیستن و بنابراین مال شما. چرا به دروغ میگه جنگل‌های هیرکانی نیستن؟ چون جنگل‌های هیرکانی ثبت ملی هستند و غیر قابل وقف و غیر قابل تصرف. جنگل‌های هیرکانی قدمت 25 میلیون ساله تا 50 میلیون ساله دارن، معروفن به موزه طبیعی جهان، بخشش تو جمهوری آذربایجانه و ادامهش میاد تا تمام کرانه جنوبی دریای خزر و بخشهای از خراسان. جنگل‌های هیرکانی جزو اراضی ملی است و اداره کننده هاش به طور مشترک قانوناً سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی هن. حالا این آقای قنبری شریک خادمی امامزاده دار رفته از میراث فرهنگی استان مازندران سند گرفته که این 5600 هکتار که بحثش هست جزء جنگل‌های هیرکانی نیست، پس میتونیم ملاخورش کنیم. من نه فرصتش هست تو این برنامه نه نیازی به گفتن که تمام جنگل‌های این اراضی جزء جنگل‌های هیرکانی هست که از عصر یخبندان موندن
دوره سوم زمینشناسی و جزو میراث فرهنگی و تاریخی این کشورن. با همه گونه های بی‌نظیر گیاهی و حیوانی جانوری به اصطلاح که دارن، فارغ از نیاز طبیعی سراسر اون منطقه از نظر آب و هوایی که 55,000 کیلومتر مربع جنگل هیرکانی داریم ما. حالا آقای قنبری آقمشدی میگوید متوجه شدم که اداره منابع طبیعی اقدام به برداشت چوب از جنگل آقمشد کرده. من فقط میخواهم منابع طبیعی درختان آقمشد را قطع نکند و اگر بخواهد این کار را انجام دهد به دادگستری گزارش میدم، چون درست نیست سود میلیاردی با برداشت درخت به کارمندان اداره منابع طبیعی برسد و آن وقت بگویند وقف آقمشد باطل است. خودتون میشناسینش دیگه، چی بگم، توصیف نداره. و در این که اداره منابع طبیعی هر استانی مثل بقیه نهادهای حکومتی دستش توی این سفره گسترده غارت هست شکی نیست. بی تردید آدم حسابی هم توشون کار میکنه، ولی نهاد به عنوان یک نهاد مثل روحانیت که به عنوان یک نهاد مثل بختک افتاده روی ایران و منطقه، روحانیت شیعه، این هم همینطور. این اداره های اداره منابع طبیعی به عنوان یک نهاد دستش در همین غارت هست. یکی از ساکنان منطقه میگوید نمیدانم چگونه جلوی چشم ماموران منابع طبیعی وارد جنگل های بکر مازندران میشوند. با وجود ثبت دوربین های منابع طبیعی و گزارش جنگلبانان، بدون هیچ واهمه بار ستونی چوب راش و توسکا را به نیسان میبندند و جنگل را به مقصد چوب بری ها رها از نظارت ضعیف ترک میکنند. چوب راش را با قیمت ناچیز کیلویی حداقل 2500 تومان و توسکا با قیمت کیلویی 2200 تومان. در 40 سال اخیر سطح جنگل های هیرکانی از 3,600,000 هکتار به حدود 1,800,000 هکتار، یعنی تقریبا به نصف رسیده. به گفته مأمور منابع طبیعی محدوده جنگل های نور در استان مازندران، از 15 شهریور تا 15 مهر، یعنی تو یک ماه، همزمان با فصل زادآوری آهوان، قاچاقچیان حیوانات هم به قاچاقچیان چوب اضافه می شوند. او تنها در این دوره زمانی شاهد بوده که 10 خودروی حامل گوشت آهوها از این منطقه جنگلی خارج شده و در این زمان نیروی از محیط زیست استان برای سرکشی نیامده است. این قاچاقچیان بیرحم صدای آهوی ماده را تقلید می کنند تا آهوهای نر را در فصل جفتگیری به سمت خود بکشانند و بعد آن را شکار می کنند و گوشت آن را با قیمت گزاف به خریداران می فروشند. این ایران فروشی که میگم، منظورم همه این غارت هاست که افراد و نهادهای حکومتی در سایه حکومت 41 ساله جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، چه مستقیم چه با رشوه گرفتن از دیگران و رشوه دادن و باز گذاشتن دست اونا. و جالب اینه دیگه، جالب که چه عرض کنم دیگه، چی بگه آدم، چه بیان احساسی آدم میتونه بکنه که قنبریان آقمشدی شریک خادمی امامزاده چی از همین غارت شناخته شده نهادهای دولتی سوء استفاده میکنه، میشه وکیل مدافع جنگل‌های هیرکانی در مقابل اداره منابع طبیعی، بعد از اون برم خودش میره دستخط میگیره از مدیر کل میراث فرهنگی مازندران که اینجا جنگل هیرکانی نیست، هر کاری میخوام میکنم. مدیر کل کیه که نامه داده به قنبریان؟ سیف الله فرزانه. ایشون فرماندار محمود آباد بودن، عضو ستاد شیخ حسن رئیس جمهور بودن، از سال 97 هم حکمشون تمدید شد به عنوان مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران. امضای نامه به قنبریان آقمشدی، توجه بفرمایید، امضای نامه هست سیف الله فرزانه مدیر کل از طرف مهدی ایزدی. مهدی ایزدی کیه؟ معاون مدیر کله. مهدی ایزدی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران. یعنی مدیر کل که آقای فرزانه باشند از طرف معاونشون امضا کردن. ببینین یه بار دیگه، مدیر کل از طرف
معاونش امضا کرده، نمیدونم نام امضا رو داریم یا نداریم. نداریم؟ داریم؟ خب نمیدونم، خوب میتونیم ببینیم. نه به هر حال سیف الله فرزان مدیر کل از طرف مهدی ایزدی. یکم مکس کنیم روی این. مگه میشه رئیس اداره بیاد از طرف معاون اداره امضا کنه؟ همیشه برعکسه، یعنی عقلم اینجوری حکم میکنه، یعنی معاون از طرف مدیر امضا میکنه اگه لازم باشه. وقتی موافقت مدیر رو که داره میره کار مدیر زیاده، یا مثلا بخش از کارش رو این میگیره، معاون فلان میره از طرف مدیر امضا میکنه. اینجا مدیر کل از طرف معاونش اسمش رو به هم ریختگی اداری بذاریم. مگه این نامه ها جزو اسناد اداری ثبت نمیشه؟ یعنی اختیار مهدی ایزدی از رئیسش که فرزانه باشه بیشتره و فرزانه باید از طرف ایزدی دستورالعمل بده، هیچ معنای اینا نداره جز واقعا مسخره بازی، مسخره بودن این نامه ها و نامه نگاری ها. اینه که میگم کمدی تراژیک جمهوری اسلامی. همیشه اینو میگم، خیلی وقتا آدم باور نمیکنه اتفاقایی که میفته یا چیزایی که میبینه تو جمهوری اسلامی. مگه میشه هم چیزی؟ به هر حال افراد مشخصی هن دم دست که دست در این قارت دارن. سیف الله فرزانه مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران، مهدی ایزدی معاونش، محمد قنبریان آقمشدی شریک حجت الاسلام، حسین علی خادمی آقمشدی و خود حجت الاسلام. بعد کیا پشت این قارتن به اسم وقف؟ چون همشون تو خوردن بهره مالکانه سهیمن دیگه، وقف نمیتونن بفروشن، ولی بهره مالکانه. بهره مالکانه منظورم چیه؟ ببینین الهام فریدونی رئیس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران میگوید متولی موقوفه در مصاحبه های اخیر خود با رسانه ها در پاسخ به دغدغه های مردم نسبت به رأی صادره دیوان عالی، نیت پیگیری های قضایی خیش را حفاظت از جنگل آقمشهد و جلوگیری از قطع و بهره برداری اعلام کرده، اما دادخواست وی و مطالبه بهره مالکانه از قراردادهای طرحهای جنگلداری کذب اظهارات و نگاه انتفاعی ایشان به قطع و بهره برداری جنگل را نشان میداد. اما حجت الاسلام در این شکایت، سازمان اوقاف و امور خیریه در کنار متولی به عنوان وارد سالس با خواسته تحویل موقوفه توسط منابع طبیعی و پرداخت عواید معوقه وقف در دعوای فوق ورود یافته، با این مدعی که منابع طبیعی با انعقاد قرارداد با راه آهن شمال و صنایع چوب و کاغذ مازندران و شرکت ملی نفت 29% بهره مالکانه دریافت می کند، حتی یک ریال به موقوفه نمی پردازد. آی مسلمون های حرفای همون خادمی آقمشدی ها، یعنی عقب افتادم داریم بدهکار این کلی به امامزاده بدهکاری. ببینین آقمشدی خود را طلبه و فرهنگی معرفی میکند و به روزنامه همشهری میگوید تا سال 82 هیچ مشکلی در اجرای وقف نداشتیم و صدها سال اجاره املاک با متولی پرداخت میشد. 5600 کلی اونجا غیر از جنگل معدن هست و اینا حالا صحبت میکنیم. تا آنکه با شکایت اداره منابع طبیعی موضوع اجاره بها مطرح شد و گفتن اراضی وقفی ملی است و باید به دولت بازگردد. میگه از اون موقع چیز شد، ما مجبور شدیم بریم و سند بیاریم و دوباره به اسم خودمون بکنیم. یا خونده بانفوزی از پشت این قارت منابع ملی در این منطقه که صحبت چه میکنیم هست، حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران که درباره اراضی آقمشدی میگوید این عرصه ها موقوفه است و با نیت عزاداری سید الشهدا علیه السلام وقف شده و دارای وسعتی حدود 5600 هکتار است. میگه موقوفه است. این آدم خیلی پیگیر قضیه بوده. بقیهشون یعنی نماینده ولی فقیه در استان و رئیس دادگستری استان و اعضای دیوان عالی کشور که رأی دادن و خود رئیسی قوه قضاییه که اعضای دیوان عالی قضایی رو تعیین میکنه، همه اینا زیر دستشن که دیگه گفتن نداره دیگه. این تصرف زمین رو در از خود سازمان اوقاف
به صورت سازمان یافته در سراسر ایران انجام میده. سازمان اوقاف گرچه بنا به تعریف وقف و قوانین مربوطه نمیتواند جنگل را وقف کند، لیکن در عمل با اعمال نفوذ در سایر دستگاه ها اقدام به اخذ اسناد جنگل ها نموده که این موضوع به کرات در خصوص جنگل های نور به عنوان مثال جنگل دیافه که حتی سابقه وقف هم ندارد رخ داده است. ببینین، جنگل ها و مراتع کشور جزء اموال ملی است، مال کشور، مال عموم مردمه. حضرات در فقه علماییشون بهش میگن انفال. انفال نمیتونه جزء موقوفات باشه، قابل وقف کردن نیست. وقف اما برای این جماعت آخوند حکومتی فقط یه واژه است، از محتوای حتی حقوق اسلامیشون هم تهی است. وقف بر مصادره است، همونطور که بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیادهای دیگه مصادره کردند و میکنند، اینم به اسم وقف. این اسمش مصادره است، اون اسمش وقف، هر دو قارته. خود وقف البته چیز جدیدی نیست، در ایران باستان بوده است، دست کم از دوره ساسانیان وقف داشته، این فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست. دوره صفوی البته وقف جدیتر میشه، تا امروز که هرچه پیشتر آمده از اصل هویت خودش وقف خالی تر شده، اسمش مونده. اصل هویت وقف برای چی بوده؟ برای این بوده که دارایی اضافی آدمای پولدار متمولی که خیر بودن و میمردن بین نیازمندان جامعه توزیع بشه، یعنی یه جور مثلا ارث برای عموم میذاشتن. یکی هم شده متولی، حالا هر کی، از خودشون، خانواده‌شون یا از هر کی، که بعدا دولتی میشه قضیه، و اینو به تساوی به این نیازمندا تقسیم بکنی یا اون چیزی که مثلا واقف مد نظرش بود. خب یه تصور در واقع ابتدایی از چگونگی بهبود وضع جامعه که عرض کردم ثروتمندان خیر به اصطلاح سعی میکردن عملی بشه، بدیهی است که از همون اول، از همون دوره ساسانیان، حکومت مغان، بعد کلیسا، در کشورهای اروپایی هم اتفاق وقف همیشه بوده است، کلیسا، مساجد، حوزه های علمیه، تا امروز تا تونستن سوء استفاده کردن از وقف به عنوان یک گروه از روحانیون که باید به نفع ما باشه، روحانیون حاکم در واقع در ایران، یعنی چه اون موقعی که کلیسا حاکم بود، چه قبلش و چه بعدش در ایران. تو ایران امروز سازمان اوقاف همه کاری امور وقفی مملکت، نه یک سازمان وابسته به سپاه پاسداران، نه مال سیستم بانکی کشور مستقیما، نه مال این بنیاد و اون بنیاد. سازمان اوقاف شاید تنها نهاد جمهوری اسلامی است که تمام و کمال دست آخونداست. اسمش اینه که مثلا در چارتر تشکیلاتی زیر نظر دولت، وزارت ارشاد و از این داستان، از نظر اداری، ولی در واقعیت دولت هیچ نظارتی بر سازمان اوقاف نداره. اوقاف زیر نظر ولی فقیه مسلمین جهان اداره می شود و بنابراین حیات خلوت پرسود دوروریای خامنه است. رئیس اوقاف هم اسمش اینه که وزیر ارشاد تعیین می کنه. رئیس اوقاف رسما می باید توسط ولی فقیه زمان تأیید بشه. خب حالا این آخوندهای به قدرت رسیده از انقلاب 57 چقدر زمین که میگم همه چیز، اراضی، جنگل، معدن، همه چیز، چقدر از کل مساحت ایران صاحب شدن به اسم وقف؟ 1/13 مساحت کشور. مشاور کشاورزی سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید 1,000,000 هکتار از اراضی کشور وقف نامه دارد و ما بالغ بر 1/13 اراضی کشور را در اختیار داریم. 1/13 سرزمین ایران که قله دماوندم جز بشه، کوه دماوندم جز بشه، ثبت ملی ایران، نشان ایران در جهان. اینجا یال جنوبی کوه دماونده، از قله تا ملار، ده ملار، تمام این قسمت اومده اوقاف تصرف کرده به اسم وقف و داره ازش همین الان بهره برداری میکنه.
سند وقف کی صادر شد؟ پنجم مرداد 99. سه روز بعد از صدور سند، این جزئیات رو خواهم گفت ولی توجه کنید، سوم مرداد 99، پنجم مرداد 99 سند وقف داده شد به کامل به سازمان اوقاف. سه روز بعدش 11 بله 11 پنجم نه ببخشید پنجم سه روز بعدش آشق حسن رئیس جمهور گفت اینا همه شایعه است. سه روز پیشش سند صادر شده ها میگه اینا همه شایعه است. توجه بفرمایید چند تا دروغ تو چند جمله میگه، خواهم گفت. دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم. هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن. چجوری کوها رو فروختن؟ بعد میگن نه کوها رو هم به وقف کردن. دو مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل‌های ما رو فروختن. روز بعد میگن نه جنگل‌های ما رو وقف کردن. این چه بازی ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی در مردم؟ مگر میشه انفال، مگه میشه بیابون، مگه میشه مرتع، مگه میشه جنگل، مگه میشه کوه، مگه میشه دریا، اقیانوس وقف کرد؟ اگه به این راحتی بود که هممون وقف میکردیم، همه اقیانوسای عالم وقف میکردیم و درآمدش رو میدادیم در راهی. اینا که نیست. نالله میتونستین میکردیم. ببینین چند تا دروغ میگه این آقای خسته آیت الله روحانی، عاشق حسن رئیس جمهور. میگه جنگل رو وقف کردیم، اینا شایعات دشمنانه دیگه، جنگل رو وقف کردیم. دیدین دیگه نمونه آق مشهد. میگه کوه رو وقف کردیم. میرسیم به اسنادش. ببینین افزون بر روحانی خیلی های دیگه از مقامات در این باره دروغ گفتن تا سر و صدا. هدف چیه؟ هدف اینه که سر و صدا رو بخوابونن. از جمله مدیر کل اوقاف مازندران که گفت قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است. رسانه‌های حکومتی هم شروع کردن به تفسیر این دروغ که بله قله دماوند از وقف آزاد شد. اصل قضیه اینه یک یازدهم دماوند، نقشه‌ای که دیدیم حالا باز با خواهیم دید با هم دیگه، یک یازدهم دماوند از قله تا پایین، یاله جنوب شرقیش از قله تا پایین که یک یازدهم کل این به قول ملک و شعرهای بهار دیو سفیده، بله این یک یازدهم کله. این سر تا سر و ملار دون پایین، ملار ببخشید، این یک دهه مثل ماجرای قریه آق مشهد که قریه اون وسط یه قریه کوچیکه ولی 5600 هکتار زمین و جنگل هیرکانی دور برشه. این هم به همین صورته. باز اومدن با حقه بازی میگن ما همون ملا رو داریم میگیم. خب آقای اوقاف فرمودن که قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که عنوان مرتع ملار شناخته شده است. اما اسنادی که به دست اسکان نیوز رسیده نشان می‌دهد که دقیقاً بخشی از قله دماوند وقف شده و به استناد نقشه اجرای مقررات ملی شدن از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته است. یه توضیح کوچیکی بدم بریم روی نقشه. ببین کوه دماوند چه قله چه یال جزو اراضی ملی و میراث تاریخی و فرهنگی است و نمیتونه وقف باشه و اداره اوقاف یا هر فرد و نهاد دیگه ازش بهره برداری مالکانه نمیتواند بکند. یک. دو، اسناد وقف که میبینین، داریم میبینین اسناد وقف قله تا دامنه است با پلاکای 68 69 و 67 در تاریخ 16/8/1349 در راستای اجرای مقررات ملی شدن قطعیت قانونی می‌یابند. بعد از انقلاب اداره ثبت لاریجان به جهت موقوف دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع می‌ورزد و نهایتاً میگه اینا وقف، من سند نمیدم به دولت،
نهایتاً در سال 1385 اعلام می کند که سند این پلاک ها به نام اوقاف صادر شده است و بالاخره در پنجم چهارده سال بعد در پنجم مرداد 99 سند کامل در اختیار اوقاف گذاشته می شود. سند 21,000 هکتار از قله تا یال کوه دماوند. بعد اون حکم که دادن از سال 85 تا حالا اوقاف منتظر بوده که وقت غیر قانونی عمل نکنه، نه، داشته بهره برداری موقوفاتی میکرده، همین حالا هم داره بهره مالکانه میگیره از کسایی که اراضی و معدن رو داده بهشون. آقای مجوز برنامه، حالا ما یه مصاحبه میخواییم بکنیم. نه نمیشه. اینجا که محل تردد عموم نیست. خصوصی. همه اینا خصوصیه؟ همه نه کوه دماوند که واسه کسی نیستش که. آقا ما ماشینا رو گذاشتیم پیاده میریم بالا. نمیشه. پیاده هم نمیتونی بریم؟ اینجا اصلا کوهه. جان من داخل زمین خودم. آره کوه داره میره بالا آقا. جاده است آقا، جاده است داره میره بالا. آقا تا ملوری میرئیس نیسی بی دست رو کنید بیلیت هم باید نیسی صحبت کنه. عزیز جان من میخوام بالای کوه میخوام برم میگه سنگا میخوام برم میخوام برم بالا دار بده من تو اجازه بگیرم. آقا خیلی معدن تو کار ندارم، این کوه دماوند که شما صاحب نشدید که الان مجوزی که ببین تو مجوز بده که الان واسه جون منو گرفتی. مجوز داری که اینجا باش داده دیگه. خب نه کو مجوزت کو. الان شما مجوز خاصی دارید خودتون که تردد میکنید. یعنی کامیونا مجوز دارن. آه شما آشنایی. شما رو مشتری معدن ما. آه مشتری معدن. مملکت بی قانون، یه مش یاغی توش حکومت رو انگار تقسیم کردن. مهمترین نماد جهانی این سرزمین رسیده به یکیشون که اسمش سازمان اوقاف. رئیس سازمان اوقاف کیه؟ سید مهدی خاموشی، دایی همسر میثم خامنه‌ای، گل پسر کوچیکه رهبر. میبینین دیگه لبخند ژکندی هم داره با اون لپاش. خواهر رئیس اوقاف مادر زن میثم خامنه‌ایه، خانم سیده عزت خاموشی، اخیرا با کرونا مرد، هم تسلیت فرمودن و اینا. این رابطه فامیلی و خانوادگی رهبر معظم و که یک مافیای سیاسی و اقتصادی عجیب غریب و شکل داده در ایران توی برنامه کامل باید بگم و خواهم گفت. سازمان اوقاف وظیفه نهاییش طبق تعریف شرعی و سازمانی خودشون توزیع عادلانه آنچه هاییست که وقف کننده با هدف معین وقف گذاشته است و وقف عام، نه وقف خاص، بین مردم نیازمند. خود سازمان اوقاف مالیات نمیده. خب البته مثل همه نهادهای زیر نظر رهبر معظم، ولی سازمان اوقاف توی جای دنیا مالیات نمیده. حالا کلیسا که مالیات نمیده، که مسجد که مالیات نمیده، که باری خود سازمان اوقاف مالیات نمیده. مالیات رو فقط باید از مردمی که واقعا نیازمند به همین اوقافن، متاسفانه، و محکومن به حکومت فقها، مالیات رو باید اونا بدن. حتی اگه زباله گرد باشن باید مالیات بدن. انگار جزیه میدن که خلیفه مسلمین از مردمی که باش بیعت نمیکنه میگیره و اگه ندن گردنشون رو میزنه. یک قرون در بیاری میاد ازت مالیاتشو میگیره. باور نمیکنی؟ حتی میگم اگر زباله گرد باشی. لوله‌های نفتی که زیر پای من مشاهده میکنید و اون کارخونه عظیم فولاد هست. کل جوانامون بازی با همون طور سه چرخه کار میکنن. دوباره علیه مؤسسه اومد گفتشون باید تحت پوش ما باشی. شهر داره میگنه
برو از اینجا. مالیات میخواد ازشون. مالیات میخواد. چقدر آمده زیاد؟ چقدر؟ 20 تومن، 30 تومن. 20 تومن؟ فقط برای خرجی، برای خانمم، بچه‌ام. آخوند رو منبر مردم ساده دل و گول میزنن که حکومت اسلامی و تساوی همه از نعمتهای الهی و وقف اسلامی برای برقراری قسط اسلامی، عدالت اسلامی، از این قصه هایی که فقط برای خواب کردن مردمه. کجاست اوقاف تو زورآباد اهواز؟ گفتم بهتون که رئیس اوقاف سید مهدی خاموشی دایی زن میثم خامنه ایست، مادر زن میثم خامنه ای که مادر رئیس اوقاف مملکت هم میشه، عزت خاموشی بود که عرض کردم کرونا گرفت مرد. خاموشی ها خودشون یک مافیان که یک سرشون تو بازار بزرگ تهرانه، یک سرشون تو پتروشیمی. علی نقی خاموشی که اولین رئیس بنیاد مستضعفان شد به حکم خمینی، سرپرست بنیاد مستضعفان، وقتی درست شد خمینی به دستور خمینی سرپرست شد علی نقی خاموش. علی نقی خاموشی رو بهش میگن پدرخوانده پتروشیمی. بی حساب کتابه آنچه که ثبت شده، من نمیدونم این بر اون بر، 24 شرکت بزرگ پتروشیمی، 20 شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی مال عموجون همین رئیس اوقافه. حالا ببینید در جوار پتروشیمی ماهشهر برای مثال ببینید چه خبره. فکر کرده اینجا آدم نیست، هیچ حالمون نیست. چیزی که ما بهت میگیم پخش میکنید؟ با امکانات خوبی میخوام بزرگ شم. حتی نداریم یه چیز سیب زمینی یا گوجه اینا بذاریم به خدا داخل. ما یا ما دوما یکم گوش نمیخوریم. آب از اینجا میخوریم ما، از این کثافت ها. اینجا شکسته، این لوله ها اصلیمونه، از این کثافت ها نگاه کن، لوله شکسته اینجا، آب نمیاد از اینا. ما زندگیمون از دست دادیم، زمینامون از دست دادیم، آمدیم توی این باطلاق داریم زندگی میکنیم. ببینین اینجا جایی است که قاعدتا اگر سازمان اوقاف میخواست واقعا کار بکنه، من قبل از انقلاب درباره سازمان اوقاف مختصر بگم در این یکی دو دقیقه‌ای که وقت داریم، قبل از انقلاب داشتم گفتگوی آقای حسین دهباشی رو میشنیدم با رئیس سازمان اوقاف قبل از انقلاب، که آقای دهباشی ازش میپرسید که شما به مثلا وقتی که نخست وزیر عوض میشد، مثلا هویدا رفت آموزگار آمد، آیا پولی که به آخوندا میدادین شما تغییر کرد؟ بعد رئیس سازمان اوقاف گفت ما لازم نبود که اصلا بودن نبودن نخست وزیر، این نخست وزیر اون نخست وزیر در وظیفه ما و در بودجه ما تأثیری نداشت، که ما خودمون پول داشتیم و خودمون تصمیم میگرفتیم چه بکنیم با این پول. من نمیدونم قبل از انقلاب چه میکردن با پول وقف و سازمان اوقاف و چقدر همون موقع آخوندا در واقع در ارتباطشون با حکومت سوء استفاده میکردن از این پولها، ولی بعد از انقلاب تردیدی نیست که سازمان اوقاف به عنوان یک سازمان حکومتی که از این نظر که مستقیما عرض کردم در دست روحانیت حاکمه و میبینین دیگه، رئیس سازمان اوقاف رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود همین سید مهدی خاموشی و بعد شد رئیس سازمان اوقاف، هیچ ربطی هم به این نداره که چپن راستن اصلاح طلبن فلانن. اینها وقتی که وصلن حتی از نظر خانوادگی و فامیلی به بیت خامنه‌ای، در واقع حاکم بر ثروت، سرمایه،
سرمایه مالی و سرمایه انسانی این مملکت خود بیت خامنه‌ای است. آدماش هم همه جا کاشته، عرض کردم در برنامه به طور مستقل، من نمیدونم هفته آینده یا کی، بنابه اگر اتفاق مهمی نیفته و نخواهیم بر اساس اون برنامه هفته آینده رو تنظیم بکنیم، شاید بشود هفته آینده بهش پرداخت. این مافیای اقتصادی و مالی و سیاسی رو که سیطره یافته است بر ایران و بر منطقه به طور کلی و تمام این فساد منطقه‌ای و جهانی داره از زیر عباش در میاد، این رو باید به طور کامل شناخت و شناساند که چه ها در دستشون هست و بر اساس با چه داشته هایی در واقع دارن حکومت میکنن. ببینیم تا هفته آینده چه خواهد شد. بریم پرده آخر. وقتی اون هدایا را آوردن محضر امیرالمومنین، گفتن آقا هازا هدیت و نیروز، نوروز رو گفتن نیروز، اونم شاید عبارت عربیشه که هدیه اضافه میشه به نوروز میشه نیروز، ولی نوروزه. آقا این هدیه نوروزه. فرمود نوروز چیه؟ گفتن آقا ما هدیه میبریم برای خلیفمون، برای پادشاهمون، برای شاهنشاهمون، شما امیر مایی، سلطان سلاطینی، هدیه آوردیم برای. حضرت تبسمی کردن، فرمود اجعلو لنا کل یوم نوروزا، هر روز ما را نوروز کنید. بله، شب روزگار خوش.